تاریخچه چیزهایی که میخوریم فکرم میکنیم. با این برنامه به دنیای خوراکی ها سفر خواهیم کرد. مثلا همین بستنی از کجا اومده؟ با کی اومده؟ از چی اومده؟ و چرا هنوز نرفته؟ بستنی برای اولین بار در چین، روم و یونان دیده شده. میتونیم بگیم اولین بستنی ها آب میوه های سرد شده ای بودن که 3000 سال پیش در چین تهیه می شدن. در قرن چهارم قبل از میلاد، اسکندر هم عاشق نوشیدنی های یخ زده یا همون تگری خودمون بوده. دسر مورد علاقه اسکندر مخلوطی از میوه و عسل بود. در اون زمان این مخلوط رو در کوزه های گلی می ریختن و برای خنک نگه داشتنشون اونها رو در زیر برف ها نگه می داشتن. سال قبل از میلاد، وقتی نیرون امپراتور روم مهمان داشت، صفی از بردگان اون همچون زنجیر دست به دست هم می دادن تا از لای برف‌های کوهستان بستنی میوه‌ای با طعم عسل رو برای پذیرایی از مهمانشون بر سر میزها بیارن. مارکو پولو، اون در سفر مشهورش به آسیا با قبلای خان، پنجمین خان بزرگ امپراتوری مغول ملاقات کرد. خب مدت زیادی هم در دربارش حضور داشت. در این دوره قبلای خان فرمول بستنی رو به عنوان یک راز سلطنتی پنهان با اون در میون گذاشت و مارکو پولو همونو با خودش به ایتالیا برد. به تاریخچه چیزهایی که میخوریم فکرم میکنیم؟ با این برنامه به دنیای خوراکی ها سفر خواهیم کرد. آیا میشد با این خوردنی جدید و خوشمزه یک کاسبی درست حسابی هم راه انداخت؟ چرا که نه؟ در سال 1660 کافه پروکوب به دست کالتلی ایتالیایی در پاریس افتتاح شد. در اون کافه انواع یخ‌های طعم‌دار، خامه‌های یخ‌زده یا همون بستنی‌های امروزی خودمون تولید و عرضه می‌شد. در سال 1700 میلادی فرماندار بلادن در مریلند از مهمانان خودش با بستنی پذیرایی کرد و دالی مدیسن با سرو بستنی در کاخ سفید هیجان فراوانی به پا کرد. با هم سفری می‌کنیم به سال 1843، سالی که اختراع یک خانوم پیشرفت خارق‌العاده‌ای در بستنی سازی به وجود آورد. در این سال اولین فریزر دستی چرخی توسط خانم نانسی جانسون اختراع و ثبت شد. آیا به تاریخچه چیزهایی که میخوریم فکرم میکنیم؟ با این برنامه به دنیای خوراکی ها سفر خواهیم کرد.